علی نصیریان در 15 بهمن 1313 به دنیا آمد. وی از هنرستان هنرپیشگی تهران فارغ التحصیل شده است. او فعالیت هنریش را در سال 1331 با بازی در تئاتر جامعه باربد آغاز کرد. او در سال 1335 جایزه نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی را برای نمایش بلبل سرگشته دریافت کرد. فیلم گاو نخستین فعالیت سینمای او بوده است. وی در سال 1380 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایرانی در رشته بازیگری تئاتر و سینما شناخته شد. فاطمه بیات، همسر استاد علی نصیریان، با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی خود گفت: چندی پیش سکته کردم، اما خدا رو شکر الان حالم بهتر است. البته حرکت کردن کمی برایم دشوار است، اما به طور کلی شرایط مطلوبی دارم. وی با اشاره به چگونگی آشناییش با علی نصیریان و داستان ازدواجشان تصریح کرد: به طور دقیق به خاطر ندارم، اما سال 1336 یا 1337 بود که توسط یکی از اقوام دور به علی نصیریان معرفی شدم. وی ادامه داد: در ابتدای آشنایی همراه با خانواده اطلاع نداشتیم که نصیریان در کدام بخش از وزارت ارشاد کار می‌کند، اما به طور کلی شخصیت اداری وی برای ما خوشایند بود. بیات یادآور شد: پس از اینکه آشناییمان بیشتر شد، با جزئیات بیشتری از کار نصیریان آشنا شدم. زمانی که ازدواج کردیم هیچ چیزی نداشتیم و برعکس الان که سطح طبقات بالا رفته، با همان شرایط زندگی خوبی را شروع کردیم. وی همچنین اظهار کرد: علی نصیریان در ابتدا تمایل داشت که من هم همراه او وارد عرصه بازیگری شوم، اما به مرور و با حضور بچه ها در زندگی من شرایط اینگونه رقم خورد که در منزل باشم. همسر استاد علی نصیریان افسود: ما 3 پسر داریم و 4 نوه که در خارج از ایران زندگی می کنند، اما اخیرا موفق شدیم پسر کوچکمان را به ایران بیاوریم و از این جهت خوشحالیم که او در همین کشور و در کنار ما زندگی می کند. علی نصیریان 3 فرزند پسر به نامهای برمک، بربود و بابک دارند. به با اشاره به فعالیت فعلی استاد علی نصیریان گفت: اخیراً پیشنهادهایی به علی نصیریان ارائه شده که آنها را قبول نکرد و دلیل خود را این موضوع ذکر می‌کند که نقشه پیشنهادی به شخصیت فیزیکی من نمی‌خورد و باید با هم تناسب داشته باشد. همسر بزرگ آقا همچنین گفت: نصیریان هیچ وقت از این شاخه به آن شاخه نپرید و با وجود اینکه با سفرهایی که به خارج از کشور برای دیدار فرزندانمان داشتیم و اصرارهایی که از جانب بچه‌ها برای ماندن ما در خارج از ایران صورت گرفت، نصیریان قبول نکرد و بر این نکته تاکید کرد که من یک هنرمند ایرانی هستم، عاشق آب و خاک سرزمینم هستم و دوست دارم در ایران باشم. بیات همچنین خاطر نشان کرد: ما خیلی ثروتمند نیستیم، اما خدا رو شکر طی این سالها زندگی آرام و خوبی را سپری کردیم. تصور میکنم ازدواج هایی که با حضور آگاهی خانواده ها انجام شود از استحکام و بقای بیشتری برخوردار است، همانطور که نمونه آن را در ازدواج خودم و نصیریان مشاهده کردم. و این موضوع دقیقا برخلاف شرایطی است که جوانها تصمیم میگیرند پس از اینکه چند سال با یکدیگر در ارتباط بودن ازدواج کنند. اون سال 1326 به دبیرستان پیرنیا در چهارراه گمرک رفت. در آنجا با جمشید لایق، اسماعیل داورفر و مهدی فتی همکلاسی شد. سال 1329 همزمان با درس دبیرستان در کلاس جامعه باربد در خیابان لاله‌زار هم اسمی نویسد. این کلاس را اسماعیل مهرتاش در سال 1305 را انداخته بود و در آن موسیقی، تئاتر و ادبیات درس می داد. او در سال 1330 کتاب هنر تئاتر را خواند. این کتاب که اولین کتاب آموزشی تئاتر در ایران بود، تصمیم نصیریان را نهایی کرد. او در کلاس تئاتر سعدی هم شرکت می‌کرد. نصیریان که در زمینه بازیگری، نویسندگی و کارگردانی تئاتر اسم رسمی ماندگار درآورده است، دوران کودکی سختی را پیش روی داشته، اما این سختی‌ها در آینده اش اتفاقات خوشایندی را به دنبال داشته است. او در سال 80 در 20 جشنواره تئاتر فجر مورد تعجیل قرار گرفت و یک سال بعد به عنوان چهره ماندگار معرفی شد. همچنین در سال 84 به عنوان چهره برگزیده فرهنگستان هنر در جشن نام‌آوران فرهنگستان‌های کشورمان برگزیده شد و در همین سال موفق به دریافت نشان درجه 1 فرهنگ و هنر شد.
نصیریان در سال 1313 در میدان شاهپور کوچه مهدی خان و در خانواده متوسط به دنیا آمد. خودش جای گفته که فقر خانواده، بیماری و بعد هم بیکاری در کودکی او یک جور تلخی به نگاهش به دنیا داده که هرگز از ذهنش بیرون نمی رود. در سال 1320 اشغال ایران توسط متفقین به دبستان ایمان رفت که پشت بازارچه قوام الدوله و بخشی از باغ معیرالممالک بود. در این مسیر هر روز از میان بازارچه شاهد نمایش‌های سیاه‌بازی بود. در سال 1328 گروه دوستان یک گروه تئاتر تشکیل می‌دهند و یک نمایش کمدی روح‌آزی را در مدرسه اجرا می‌کنند. آنها تمرین‌هایشان را بعد از ظهرها در محوطه جلوی کاخ دادگستری میدان ارگ انجام می‌دادند. سال 1332 بعد از کودتای 28 مرداد تئاتر سعدی بسته شد. نصیریان به هنرستان هنرپیشگی رفت، جایی که طبق الگوی درسی کنسرواتوار هنرهای دراماتیک پاریس ساخته شده بود. نصیریان در دوره 3 ساله این مدرسه هم درس فهیمه راستگار، بیژن مفی، جعفر والی و عباس جوانمرد بود. او در سال 1335 اولین نمایشنامه زندگیش را نوشت. افعی طلایی که با الهام از قصه داشاکل نوشته شده بود را خودش هم سال بعد روی صحنه برد و کارگردانی کرد. در همین سال در اداره هنرهای دراماتیک وزارت فرهنگ استخدام می شود. سال 1336 فهیمه راستگار او را با شاهین سرکیسیان آشنا می کند. یکی دیگر از نقاط عطف زندگیش. او با سرکیسیان زندگی من در هنر استانیسلاوسکی را صفحه به صفحه می خوانند و طبق آن تمرین می کنند. او همچنین در همین سال ازدواج می کند. سال 1339 تلویزیون از اداره هنرهای دراماتیک وزارت فرهنگ برای نمایش‌های زنده تلویزیونی دعوت می‌کند. سرپرست یکی از 6 گروه تئاتری که این اداره به تلویزیون معرفی می‌کند نصیریان است. در سال‌های بعد او و تیمش 50 تئاتر تلویزیونی بازی می‌کنند. او همچنین در همین سال برای اجرای تئاتر به پاریس دعوت می‌شود. سال 1347 با بازی در نقش مش اسلام فیلم گاف به سینما وارد می شود. همچنان فعالیت های تئاتری را ادامه می دهد. سال 1355 به ریاست اداره تئاتر وزارت فرهنگ منصوب می شود. در این سمت تلاش می کند تا به رأی حقوق بازیگران تئاتر مدل سازی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا انجام شود. بعد از یک دوره دعوای حقوقی بالاخره موفق می شود. سال 1357 بعد از یک سلسله اعتراضهایش به توقیف فیلم ها و تئاتر در زمان پهلوی، نصیریان از ریاست اداره تئاتر برکنار می شود. نصیریان سال 1359 در اولین پروژه تلویزیونی بزرگ بعد از انقلاب یعنی سریال هزار دستان بازی می کند. تا قبل از انقلاب فقط در 7 فیلم سینمایی بازی کرده بود که همگی به موج نو روشنفکرانه معروف بودند. از این سال اما حضور جدی در سینما را دنبال می کند. 22 فیلم در سالهای بعد از انقلاب. سال 1362 نقش قاضی شارع را در سریال سربه‌داران بازی می کند. نقشی که بین تمام نقش‌هایش تا آن تاریخ منحصر به فرد است. سال 1372 با دعوت مجامع جهانی به تئاتر برمی گردد و نمایش بلبل سرگشته‌اش را در آمریکا، کانادا و آلمان به روی صحنه می برد. او در سال 1378 در یکی از پرکارترین سالهای زندگی 9 تئاتر تلویزیونی، 3 سریال، 1 فیلم سینمایی و 1 تئاتر صحنه‌ای را بازی می کند. تئاتر سلطان و سیاه در تالار سنگلج رکورد فروش تئاتر را می شکند. نصیریان در سال 1381 در اولین دوره انتخاب چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار عرصه هنر معرفی می شود. در سال 1384 نشانه درجه 1 فرهنگ و هنر را می گیرد. او در سال 1386 یکی دیگر از شاهکارهایش را در سریال میوه ممنوعه رو می کند. او در سال 1390 با اینکه به او گفتند بازی در فیلم شکارچی شنبه ممکن است ویزای آمریکایش را باطل کند، اما او بازی در این فیلم را قبول می کند و این کار خود را ذخیره‌ای برای آخرت می نامد.